آیا تا به حال برای شما این شرایط پیش آمده که مثلا کسی حق شما را خورده یا به کسی پول قرض داده پولیتان را پس نداده یا اینکه در جایی بوده سر شما کسی مثلا جوک گفته به چهره شما به ظاهر شما خنده کرده ولی شما نتانست از حق خود دفاع کنین؟ اگر همچون مواردی برای شما اتفاق افتاده ویدیو رو تا آخر رو تماشا کنین. ما میخواهیم دلیل های اصلی از این که چرا مثلا حق ما خورده میشه، حقوق خود از چی دفاع نمیتونیم، یا کسی برای از ما سر از ما جوک میگه خنده میکنه از خود دفاع نمیکنیم، دلیل هایش رو با شما در میان بگذاریم و این که چی کار کنیم که مثلا بتونیم از حق خود دفاع کنیم و این که اجازه ندیم برای دیگر ها که به سر ما مثلا جوک بگه یا به قواره ما خنده کنه یا به چهره ما هر چیزی شبیه از این. خب دلیل اصلی و اساسی که ما مثلا حق ما خورده میشه کار ما اجرا نمیشه اوی است که ما جرأت ما کم است، یعنی اصلیش ای که اعتماد به نفس ما پایین است. وقتی که آدم کم جرأت استی، وقتی که حرفی که در دل آدم است آدم نمیتونی او رو به دیگر رو بگی، اون چیز را که میخوایی نمیتونی او رو در جمع در پیش روی دیگر رو بگویی، او وقت است که دیگران ما رو خیلی جدی نمیگیرن. هر وقت که تو برای خود خو یعنی لیاقت خود ندانستی، خود خو رو محترم ندانستی، حرفای خو را حرفی ارزشمند ندانستی، او وقت است که دیگرام حرفای تو رو جدی نمیگره، حتی شخصیت تو رو جدی نمیگره و اگر امکانش هم باشه حق و حقوق تو رو نادیده میگره. مثال چه اگر با یک رفیق یا با یک کسی پولم قرض بدی، اون نفر دلش هم نیست که پول تو رو به تو پس بده با آسانی، ولی اگر تو یک کسی باشی که مثلا جرأت داشته باشی حرف خوره مثلا چیزی رو که میخوای بگی بزنی و با کسی مثلا اصطلاح سادهش بگم روی درواسی نداشته باشی، او وقت است که اون نفر را حتی بدون از این که تو مثلا یک اکسل عملی بدی نشان بدی یا اکسل عملی جدی نشان بدی، اونا هیچ وقت حق تو را نمیخوره و برات احترام میگذاره و هر وقت بری مثلا حتی اگر کسایی که تو رو هم نشناسن مثلا چی بری ده بیرون ده یک دفتر جایی اگر کارم داشته باشی، وقتی که تو این چهره جدی رو داری، امی شخصیت واقعی رو داری، یعنی احترام داری بری خود خو جرأت داری، وقتی از یعنی سلام احوال پرسی هم میکنی، از سلام کردن احوال پرسی تو اون نفر میفهمه که تو چی قسم آدم هستی، نه اینکه آگاهانه او بفهمه، ناگاهانه. یعنی همه ما با هر کسی جور پرسانی کنیم سلام کنیم میدونیم که یعنی ای چی قسم نفر است. وقتی که تو میری درست احوال پرسی میکنی، وقتی که تو با جرأت احوال پرسی میکنی، با جرأت حرف میزنی یا حرفای خود محترم میدانی، خود خود محترم میدانی، اون نفرم ناخودآگاه برات احترام میکنه و کوشش میکنه کارهای تو را به زودترین وقت حل کنه و برات هر کمک که از دستش بیای انجام بده. و اگر این قسم نباشه مثلا بری مثلا سلام کنی بسیار ضعیف و بسیار از جایگاه ضعف سلام کنی، یعنی کم جرأت باشی، او وقت است که اون نفر حتی ذهنش هم این فکر و این اندیشه رو بریش میده که مثلا امی قدر وقت خوره بری تو هم ندیه که خط طرف تو نگاه کنه، چی برسه به زی که او بخواه کارهای تو رو انداده. شاید هم ای که خیلی دیر منتظر بمانه، ایسو کنی، پرسان کنی، اینا کنی، آخر از مجبوری انجام بده، ولی به مثل یک حسی احساسی تنفر یا منفی مثلا کارهای تو یک کار میکنه که تو رو زود از اونجا رد کنه. دیگه مهم نیه که کارهای تو انجام میشه نمیشه، چی مشکل داشتی نداشتی، این مهم نیه. چرا ما اینا شاید وقتی که ما میایم در خانه میایم یا با دوستا میشینیم همه این دفعه مردم رو ملامت میکنیم، دیگرا رو ملامت میکنیم که حق ما رو خورد، کار ما رو راننده فلان کرد فلان کرد، ولی هیچ وقت مثلا ما انگشت اصلی رو به طرف خود خونه میکنیم. همیشه ما انگشت انتقاد به طرف دیگرا میکنیم ولی بی خبر از اینکه بیشتر انگشت ها به طرف خود ماست. هر وقت که هر چیزی بود دست خود به طرف خود کردی که من مسئول هستم، من باید کار حل کنم، من باید جوابگو باشم، او وقت است که تو کنترل زندگی خود به دست گرفتی و جرأت و توانایی تو هم بالا رفته. وقتی که جرأت و توانایی تو بالا میره، یعنی اعتماد به نفس تو بالا میره، خود به خود به صورت طبیعی همه انسان ها چی از شناخته باشه چی از نشناخته باشه به تو احترام میگذاره، حق و حقوق تو کوشش میکنه که نخوره، یعنی نمیخوره، یعنی نمیتونه که بخوره، به خاطر که اگر یک کسی بخواد مثلا پولی که قرض دادی برای تو پس نده یا اگر در یک جای کار کردی یک نفر پول تو رو پس نده، وقتی که تو حرف میزنی اصلا او به صورت ناخودآگاه یعنی به ذهن چی ای پیام ارسال میشه که من توانایی مقابله رو با تو ندارم.
مقابله کردن، یعنی گفتن منظورم از نظری برخورد فیزیکی نیه، ما باید از نظری رفتاری بسیار محترمانه با مردم برخورد کنیم، بسیار احترام همه کس داشته باشیم، ولی در عین حال با بسیار به یک صورتی جدی و بسیار با یک صورتی شخصی که جرأت داره، توانایی داره. وقتی که آدم این قسم برخورد میکنی، همه کارهای آدم را میفته، زندگی آدم آسان میشه، همه آدم ها خوب میشه، دوستای زیاد پیدا میکنیم و همچنین خود ما احساس خوبی برای خود خود داریم. مثلا خیلی از کسا را شاید دیده باشی که میری در جمع، که میری میبینی که مثلا در جمع 10 تا نفر هم ششته، 1 نفر دیگه هم ششته، او چند نفر ششته موگه مثلا خنده میکنه یا مثلا ساتوری میکنه، گپ میگه، داستان میگه، ولی 1 نفر دیگه در یک گوشه بسیار ساکت ششته، که حتی کس ظاهر از او، یعنی مو حضور داشتن از او در جمع احساس نمیکنه. وقتی که بخوای از جمع برم کسی احساس نمیکنه، ولی در عوض جهات مخالف شی، یک کسی که اگر از اون مجلس برخواسته و بره، همه از مجلس کنسل میشه، یکی یکی این طرف مر و او طرف مر. چرا؟ به خاطر که اون نفری که او قسم که یک میرهش کسی احساس شده نمیکنه که رفت یا نرفت، کسی هست که او جرأت نداره، برای خود خود احترام نداره، اعتماد به نفسش پایین است، ولی کسی که میره، یعنی حتی همه مجلس کنسل میشه، همگی یعنی صحبت کردن بیخی تعطیل میکنه، به این معنی که یک کسی است، کسی با جرأت است، کسی با اعتماد به نفس است، برای حرفای خود، برای خود، برای دیگران، برای همه کس ارزش قائله. و اگر او هم دقت کنین، او آدم آدمی است که بیشتر از کس شکایت نمیکنه، هر جا که بره، در هر شرایطی که بره، ترس از این نداره که چی اتفاق برش میفته. همه چیزها و همه کارهایی که مثلا هر چیزی که بشه، او به دست خداوند است، نه به دست بنده خداوند. اکثر جایهایی که ما مثلا اعتماد به نفس ما پایین میره، شاید ما در جمع دوستا خوب باشیم، در بیرون خوب باشیم، ولی در سری کار شاید اعتماد به نفس خوبی نداشته باشیم، با کسی که کار میکنیم، در شرکتی کار میکنیم یا در جای. دلیل چیه که ما در ذهن خود مثلا ترس داریم که ما اگر این قسمی اصلا به این مثلا احترام نکنم، و یعنی همونطوری بی خیال و بی پروا رفتار کنم، شاید این مرا خوشش نه، شاید از کار خارج کنه، شاید پولیم را ندیه، فلان و فلان، هزاران فکر دیگه. ولی او آدم هم انسان است، او آدم هم کسی است که مثلا از تو بالا نیست، او هم کسی است که یک روز مثلی از تو بوده، پس چرا او را هم یک انسان ندانیم، مثلی بقیه دوستای با او برخورد نکنیم؟ وقتی که تو درست رفتار میکنی، وقتی که تو با جرأت حرف میزنی، وقتی که تو حرف دل خور میزنی، او آدم هم از تو خوشش میاد و او آدم هم بیشتر دوست داره که تو اگر کارگرش هستی همیشه کارگرش بمانی، اگر مشتریش هستی همیشه مشتریشی بمانی، هر چیزی که هستی او دوست داره که رابطه خود یا مو تجارت خود یا هر چیزی که هستی با تو حس کنه. چرا؟ به خاطر که تو همراه از راحت برخورد میکنی و خود، یعنی خود دستی، در کلام ساده خود دستی. به خاطر وقتی که آدم یعنی میترسی یا میخوای یک کس را مثلا هر چی که دلت باشه مو کار انجام بدی، او است که آدم یک در چهره خو یک قاب مگذاری که او آدم ننگره، این چهره واقعی آدم نمیگره. هیچ کس در دنیا یعنی علاقه نداره که یک کس را ببینه که او چهره واقعی خود نشان نده، یعنی چاپلوسی کنه، یعنی چیزی که خودش است او را نشان نده. پس همیشه در هر جایی که میری، در انگلیسی یک کلمه است او را بولد میگه، یعنی بولد کسی که با یعنی مردانه رفتار کنه. یعنی کلام مثلا این اصطلاح قبلا بسیار اصطلاح درستی که هر جا که میری مردانه وار رفتار کو، یعنی مثل مردا حرف بزن، با جرأت باش، با انگیزه باش، دیگه فکری هیچ را نکو، دیگه چیزها به دست خداوند است و هیچ کس هیچ مثلا هیچ ترس و هیچ تهدید داره نمیتونه با تو وارد کنه. اگر تو برای خود احترام بگذاری، برای دیگران احترام بگذاری و حرف خود، کلام خود ارزشمند بدانی. موفق باشین دوستان. اگر از ویدیو خوشت آمد، ویدیو را لایک کنین، با چینل ما سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند می سپارم. خدا یارتان.